یهودیان در آمریکا تصور میکنید آیا دستاوردهایی در رابطه با آزادی داشتند؟ نکنید یهودیان ایرانی از یک طرف میهن پرست هستن و مثل یکایی که ایرانیان در یک اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری و کاپیتالیستی وقتی زندگی میکنن، وقتی که شما بانک به شما 10% میای سرمایه گذاری میکنید، بانک به شما 90% میده برای سرمایه گذاری، هر 10 سال شما میتونید بیایید و سرمایه خودتون رو چند برابر بکنید. شما یک آپارتمان سازی، حالا ما نمیگیم، میگیم یک بیلدینگ رو آمده باشیم و خریده باشیم با 100,000 دلار که 900,000 از بانک گرفته باشین، یا 4 نفر 250,000 دلار گذاشتن، 1,000,000 دلار 9,000,000 دلار دیروز از بانک گرفته باشن و دارایی یک asset و ملک باشن، بحث بر اینه که اون فرد که در حوزه مالک هست و اونر هست تا چند روز حاضر الان اتاقای خالی و اون چه که ملکی که در اختیار داره رو بیاد و 1/10 رو بیاد در اختیار خانواده تک سرپرست قرار بده با حد میانگینی که به اون بتونه کمک برسونه. تا چند روز میتونه کمک رسانی باشه برای یک دانشجویی که در حوزه داره پزشکی میکنه، دوران انترنی و دکترات خودش رو داره میگذرونه که میتونه کمک رسان به اون باشه تا چند اندازه. یعنی که ما چرا میگم از خود بیگانه شدیم، یعنی که همدیگر رو ممکنه باور نداشته باشیم، با همدیگه نمیتونیم کار تیمی انجام بدیم، هر کس فکر خودش هست، هر کس میگن به دیگری مثل یه گرگ مینگره، به جای اینکه ما در نظر داشته باشیم آنچه که دوران پسا کرونا خواهد بود و آنچه که ویروس کرونا و کووید 19 برای ما آورد، ما رو از یک بیماری به یک بیداری رسوند. بله ممکنه ما در فکر جهانیان باید باشیم، گلوبالیسم باید باشیم، جهانگرایی و غیره اینها و مرزها بین ملت‌ها و سرمایه از جای به جای دیگه میتونن بیان و رد و بدل بکنن و علم و خردورزی و تبحراتی که مردم دارن از یک کشوری به کشور دیگه داره، برای اینکه مرزها آزاد هستش، حالا اتحاد اروپا در نظر بگیرید 28 از کشور میتونه در این اتحاد اروپا میتونه به هر حال سرپوشی برای باشه برای اینکه از حقوق بشر وضعیتی که در ایران داره میگذره که با دوران کارتر و گوادلوپ که اینا روی کار آمدن صحبت از برای این بود که حقوق بشر در ایران حفظ نمیشه با دروغ پردازی و فرافکنی آمدن و دوران شاهی که به این گونه به مردم خود و پدر خود آمده بود به خدمت کرد ناسپاسی داشتن. برای همینی که بعضی ها میگفتن که آنانی که در از دستی که به آنها نان میداد رو گاز گرفته بهتر از این است، بهتر به این است که زیر لگت‌های روس‌ها و انگلیس‌ها و آخوندیسم و لومپنیز زیر چکمه‌های اونها بیاد و بیدار بشه و ما به این بیداری در حال حاضر رسیدیم در مقایسه با آنچه که در مقایسه